جونم مامان. یه لحظه باهات کار دارم. سر شام که حرفی نزدی. نمیخوای بگی این دختره کیه؟ هنوز قطعی نیست. نمیخوام تا اون موقع حرفی بزنم. ولی گفتی یکی رو دوست داری؟ گفتم که دیگه حرف دختر ازم خانمو نزنی. دروغ گفتی؟ نه دروغ نگفتم. فقط شما اجازه بدین اول با خودش حرف بزنم. وقتی به نتیجه رسید بعدش بهتون میگم. فکر نمیکنی اول با من که مادرتم باید حرف بزنی؟ اصلا کی با این دختر آشنا شدی؟ چطور من تا الان نفهمیدم؟ خودم هم گیجم. یعنی چی؟ مال خیلی سال پیشه، مال دوران دانشجویی. یه دختری بود که دوستش داشتم خیلی زیاد، ولی خب از لحاظ مالی به هم نمیخوردیم. اونا وضعشون خیلی خوب بود، من هیچی نداشتم. هر بار با خودم قرار میذاشتم که برم باش حرف بزنم، تا چشم به چشش میافتاد اصلا نتونستم دیگه. حالا چطوری پیداش کردی؟ یکی از بچه ها معرفیش کرد، گفت دنبال یه کار خوبه که روش سرمایه گذاری کنه. اسمش چیه؟ رونا. اونم تو رو دوست داره؟ نمیدونم، اگه قضیه خیلی جدیه من باید برم با اعظم خانم صحبت کنم. اونا منتظرن که ما بریم خواستگاری. شما بهش بگو. چطوری بگم؟ من ناراحت میشن. شما خودت اوستایی دیگه، بگو قسمت نبود، یا اصلا بگو پسرم به درد دختر شما نمیخوره. یه چیزی بهشون بگین دیگه. چه میدونم. عجیبه که تا حالا ازدواج نکرده. کی؟ همین دختر رونا که میگی. منم ازدواج نکردم. چیش عجیبه؟ خب فرق میکنه، تو پسری. بعدم با این تعریفایی که تو میکنی حتما خیلی خواستگار داشته. حالا نخواسته لابود. من چه میدونم؟ نمیدونم. هی به میگی دکتر. خب بفرما. اینم دکتر. ببین، نه تنها پام بهتر نشده، روز به روز بدتر هم شده. خب داروهاتون رو تازه شروع کردین دیگه، یه خورده حالا میخورین اثر میکنه بهتون. حس پای چپم هی داره کمتر میشه. ضعیف شدین، با تقویتی بخورین. دیشب تلفن زدی؟ به کی؟ به شما. خب دیشب دیر وقت بود، گفتم زشت حالا امروز میزنم. منو سر کار نذار. نه بابا، میزن. اصلا همین الان بزن. صبح به این زودی؟ صبح زوده، ساعت 9. میزنم، قول میدم تا قبل ظهر بزنم. ببین من هنوز چمدونه ما نکردم. یه وقتی دیگه چش باز کردی تو سالمندان نشستم دارم موسم گل میخونم. آقا شما تا لباس دوست کنی من هستم میزنم. بذار کمکت کنم. به کارت برس بابا جون، من خودم لباس رو عوض میکنم. برو بابا، دیرت میشه.
پژمان اینجایی؟ تلفن زدی؟ آره. خب چی شد؟ شوهر کرده. اینقدر دست دست کردی که دخترک پرید. حالا دختر که قد نیست، ستاره نشد یکی دیگه. کی؟ تو کجا فرصت داری اصلا کسی رو ببینی؟ این مایسر رو شده همه عمر تو. نه مهمونی میری، نه رفتی، نه آمدی. من با مایسر رو عشق میکنم، خیلی هم راضیم. بله، میفهمم. اما میترسم همین عشق کار دستت بده. برای این زمین که از کسی قرض قولی نکردی؟ نه، فقط وام گرفتم. من با اجازه میرم دنبال کاره مایی سرم. خداحافظ. خداحافظ. خب چند؟ گفتم که فروشی نیست. ببین من تو این کار تخصصی ندارم، ولی با دو سه نفر متخصص مشورت کردم. ریسکش بالاست. در عوض سودش میلیاردیه. میلیارد خیلی زیاده. حقوق 10 ساله‌ای منم به میلیارد نمیرسه. خب ببینین، یه کارایی تو دراز مدت اگه بگیرن سودشون همین قدره. داری میگی دیگه، اگه بگیرن. خب به هر حال هر کاری اولش ریسک داره. شما پدر خودتون زمانی که میخواستن کارخونه مبلمانو بزنن از نتیجه کار مطمئن بودن؟ اونم با این همه رقیب؟ هم گفتی رقیب، من یه چیز یادم اومد. وقتی که داشتم تحقیق میکردم به دو سه تا سایت برخوردم که همین کارو تو رو داشتن انجام میدادن. اولا سایت با اپ فرق میکنه، دوما بستگی به کار و تبلیغات خود ما داره. ما باید یه کاری بکنیم تو بازار که از همه سرتر باشیم. من اگر ماشین و طلاها و سکه هام بفروشم 300 تاشو هست. من یه حساب کتابی بکنم احتمالا خودم هستم. خب شرایط شراکت چیه؟ به نظرم 60-40 خوبه. 60 سرمایه گذار، 40 من. این که منطقی نیست، اصل کار پوله. برنامه نباشه پول فایده ای نداره. خب برعکس اینم صدق میکنه. خودت چقدر دنبال پول بودی؟ من میگم 70-30 منصفانه هستی. باشه قبوله. خب الان تو چه مرحله ایه؟ آماده هست، فقط باید آپلود بشه. من فکر میکنم بهتره یه قراردادی هم بینمون باشه، کارا قانونی پیش بره بهتره. من متن قراردادو مینویسم میفرستم براتون، مشکل نیست؟ خیلی خوشحال شدم. خدا نگه. قربونت. خداحافظ. من رو بکن رونا خانم. پس که این تو اصلا این پولو چجوری الان میخوای جور کنی؟ ندا رو میخوای چی کار کنی؟ چرا فکر میکنی قبول میکنه؟ فعلا بین خودمون باشه. خب رونا چقدر میشناسیش؟ از زمان دانشگاه. خب یکم ازش برام بگو. ببین یه کلمه میتونم بگم، نابغه است. خب چرا تو این سالو ازش چیزی نگفتی؟ اون رفته، من رو ازدواج کردم، چی بگم؟ میدونی که عشق عاشقی و بیزینس با هم دیگه فرق میکنه. معلومه که میدونم. ما پولو خیلی زیادی داریم میذاریم. من نمیتونم وارد بیزینس این شکلی بشم. چه شکلی؟ رونا فکر کن که من از دست آرش ناراحت بشم یا باش به مشکلی بر بخورم. خب بعد پای تو وسطه. من نمیدونم چی کار باید بکنم. من اگه با آرش دعوام بشه تو ناراحت میشی، و اگه تو ناراحت بشی بیزینس به فنا میره. حالا کی گفته قرار این اتفاقا بیفته؟ کار پر از این مسائله.
معلوم بابا که پدر و پسری ما دو سه بار دعوامون میشه. اگر من هنوز اینجام به خاطر اینکه اون پدرمه، من پسرشم. ببین من میدونم تو اولویتت کاره، ولی خب قول میدم اگه با آرش به مشکل خوردی دخالت نکن. نمیتونی، چون که دوستش داری. الان میگی من چی کار کنم؟ میگم بهت، من نیستم، چون که تو قبلش نگفته بودی که داستان از چه قراره. رامین تو باش دست دادی، قول دادی. هنوز که اتفاقی نیفتاده، قراردادی هم که نوشته نشده، پولی هم که خرج نشده. من نمیخوام بعدن با تو به اختلاف بخورم. من چه ظلمی به خودم کردم، چقدر دیر قدر تو رو دونستم رونا. ولی بدون تو زندگی من بی‌معنیه. توی این چند سال روزی نبوده که بدون فکر کردن به تو سر کنم. رونا یه فرصت دیگه بهم بده. من لیاقت زندگی کردن با تو رو دارم. بذار یه بار دیگه اعتماد تو و بابا تو به دست بیارم. اون وقت زخم آخر رو یه طوری بهتون میزنم که نفهمید از کجا خوردید، که بفهمید زاییده نشده کسی منو تحقیر کنه. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا جواب تلفنای من نمیدی؟ چون دیگه کاری با هم نداره. من کارت دارم. برو پی کارت. رونا، من توی زندگیم خیلی چیزا رو به خاطر تو تغییر دادم، چون هنوز دوستت دارم. لطفا یه فرصت دیگه به هم بده. ببین دست از سر من بردار، یه بار دیگه اینجا ببینمت ازت شکایت میکنم. پس من میرم با بابات صحبت میکنم. برو با هر کی میخوای صحبت کن. من میرم، باید سری کار آماده کنم. پس هیچی، خواستم بگم بریم کافه همون اسماعیل. کافه همون اسماعیل؟ اوکی. بریم، من تو رو پاک کنم با ماشین تو بریم. منم یه آب به دستورتم بزنم الان میام. الو رامین گوش بده، برای اون زنگ نزدم. کامیار الان اومده بود شرکت، نیمت بالا؟ خواست با بابا صحبت کنه. بابا الان پیش توه؟ بس نیمت بالا. آره بابا بهش زنگ بزن، خیلی پر روه. نه من به آرش هنوز چیزی نگفتم. نگران نباش. باش باش مواظب.
الو سلام. فعلا که هیچی. نه نرفتم شرکت باباش. میخواستم برم اما رونو یه ها اومد بیرون همه چی پاشید. حرفمو شد. بابا صبر کن تو هم. به این راحتیه که فکر میکردم نیست. ظاهرن یه مزاحم دارم. یه نفر تو زندگیشه. اول باید اونو از سر رو بردارم. الانم با هم دیگه نشستن تو کافه. ببین من چند سال پیش نتونستم، اما الان میدونم چی کار باید بکنم. تو فقط عجله نکن. همین. میدونم، من میدونم پول تو کجا میخوام سرمایه گذاری کنم. شک نکن. آره دمت هم گرم. باشه فعلا، خداحافظ. هنوزم نرم های سرا. حالا یکی دو روز نرم. نمیخوام حساسیت ایجاد شه. بالاخره زدی دماغ معموقی رو داغون کردی. بذاری خور جو آروم شه. من الان نیاز به آرامش دارم، نه دعوا و تنش. چشم آقا، ولی من از شما هم شاکیم. باز چرا؟ توقع داشتم پشت من در بیاید. اگه حق با تو بود حتما این کارو میکردم. تو تازگی ها عصبی شدی. چرا؟ خونه همو فروختم. بالاخره فروختیش؟ من بهت نگفتم این کار نکن. اول دلار خریدم. یکی بچه معلومونه همین کاری که بعدش خوب شده. مرد حسابی، آدم خونه فسخلش رو میفروشه میره دنبال دلال بازی؟ وضعیت که معلوم نیست. اگه دلار بیاد پایین میخوای چیکار کنی؟ امروز که رفت بالا. داوود دیروز پایین اومده بود که شاکی بودی دیگه. نکن. میفتی سکته میکنی میمیری ها. برو زودتر تبدیلش کن خونه بخر. آخر رقابت نداره. یکی هم دیگه بره بالا میفروشم همین کار میکنم. برو به کارت برس. وای اجازه. اومدم. سلام آقا. سلام امکریم. حالت چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ پدرتون بیرونه. بابا چطوره؟ خدا رو شکر سلام دارم خدمت. از کارت راضی هستی؟ بله خدا سر از آمان. بلام باز چی شکستی؟ آقا پیجمانم خوشون تشبه بود. آقا سلام 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 مخلصی. چطوری بابا؟ خوش اومدی. عجبه این طرف ها؟ قربان تو. این طرف تو خونه دلم گرفته بود. گفتم بیام یه حال و هوایی عوض کنم. خوب کاری کردی. بریم حالا سرد و سرما می‌خوریم. براتون خوب نیست. آخه چجوری اومدی؟ با هلیکوپتر کوبرا. خب معلومه با تاکسی اینترنتی. مگه بلدی؟ فقط تو بلدی. اوستای این کارا. سلام آقا. سلام آقا مرتضی. چطوری امو؟ حالت خوبه؟ خوش اومدی. قربان تو. زنده باشی. ببخشید. اوه. بابا من مطمئنم شما یه نقشه ای دارین که اومدین اینجا. اومدم ببینم کسی رو که تو میپسندی اینجا هست یا نه. نه نیست. مگه من چند تا کارمند و کارگر دارم. تازه ازدواج با همکار خوب نیست. کی گفته خوب نیست؟ اتفاقا خیلی هم خوبه. بله همین جوری که نمیشه قانون باز خودت درست کنی که خیلی هم خوبه. ببخشید آقای شریفی، اومدم با تون چک کنم که فکسای شرکت آقای خیری رو براشون ارسال کنم یا نه. بله ارسال کنید. چشم. نه پدر من، اولا که همسن دختر منه، دوما یکی تو زندگیش هست. بله بله همه رفتن تو موندی، اونم به خاطر کار ماهیسراست. میفهمم. چه ربط ماهیسرا داره؟ تو گفتی منم باور کردم. <تص->
آقای افضلی، تاریخ تخلیه حسچای 7-8 واسه من میاری؟ حسچای 7-8 چیه؟ هلکی، مثلا کارت دارم. چقدر کبود شدی؟ طوری نیست بابا، خوب میشه. چیه؟ ببخشید به خاطر من اینطوری شد. دیوونه. دیروز آقا پژمان راجع به تو پرسید. چی پرسید؟ مورد دید با هم دیگه. تو چی گفتی؟ گفتم که قرار زودی بیان خواستگاری. خب محیط کوچیکه، امروز آقا پژمان فهمید، فردا بقیه. شادی من تو از کارم مطمئن نشم هیچ قدمی نمیتونم بردارم. من که اصلا نگران نیستم. الان پدر آقا پژمان اومده یه فکری به حال ماهیسرا بکنن. دیگه امروز فردا بعد قیمت موزه‌ده رو تعیین کنن. اینا خیلی پول دارن آره؟ میدونی چند ساله اینجا رو دارن؟ 30 ساله. من نگران کار نیستم. مطمئنم آقا پژمان یه فکری میکنه که سه موزه‌ده رو ببره. من تو از استخدامم مطمئن نشم هیچ کاری نمیتونم بکنم. یکم صبر کن دیگه. افضل یه دقیقه بیا تو کارت دارم. الان میام. کار واجب باد دارم، الان بیا. این فاکتور خریده شرکت آقای نوری چرا با هم دیگه نمیخونه؟ فاکتورهای آقای نوری رو من نزدم اصلا. چرا شما زدی؟ امضای شما هست دیگه. دو تا فاکتور آخرش نمی. آه نه، این مال اون هفته است که الان چک میکنم تو پرونده ها میدم به تو. دعا کن برم. یعنی چی تلفنتو جواب نمیده؟ نه دیگه به من زنگ نزد. چه میتونم لابد رفته دیگه؟ من بهش گفتم بره گم شه. کی بره گم شه؟ ماما بهت میگم دیگه. نه نمیخواد دیگه بهش زنگ بزنی. نگران من نباش. من برعکس تو بگم پای کاری هستم وای میسم. ببین فقط نمیخوام فعلا کسی چیزی بدونه ها. باش خدافز. مادر چی شده این وقت روز خونه ای؟ کی بره گمشه؟ اما شما امان نمیدی یا؟ وا خب سوال دیگه. چه میدونم این کامیاره دوباره سر کلش پیدا شده. غلط کرده. چی کار داره باهات؟ چه میدونم، عاشقت هم دوستت دارم، یه فرصت دیگه به هم بده. چی شده یهو دوباره یاد تو افتاده؟ نمیدونم، شانس منه دیگه. عاد همین الان باید پیداش. مگه الان چه خبره؟ چیه، کار جدید دارم شروع میکنم. طراحی جدیده؟ نه اصلا کلن یه بیزنس دیگه است، ولی باز به کامپیوتر برنامه نویسی ربط داره. حالا داری دنبال چی میگردی؟ این چبه طلاهای من کو؟ طلاهاتو میخوای چیکار؟ واسه کارم میخوام. این چه کاریه که بعد طلاهاتو بفروشی مادر؟ اما یکی دوتا سیستم کامپیوتری میخوام، هزینش سنگینه. خب به بابات بگو بد میده. نه نمیخوام از اون بگیرم، من پول دفتر و کار و اینا از اون گرفتم، خودم میخوام جور کنم. آخه الان وقت سکه و طلا فروختن نیست مادر، همش ضرره. در میارم از تو کار ماما. بابات بفهمه ناراحت میشه. نه اصلا نمیخوام بفهمه. شما لطفا چیزی نگو. خب بیشتر طلاهاتو اون برات خریده، چطور نفهمه؟ خب بر من خریده، یعنی مال منه الان. نمیدونم، تو اخلاق باباتو میدونی، خوشش نمیاد چیزی ازش پنهون کنی. خب شما هم اخلاقشو میدونی، با هر کار جدیدی مخالفت میکنه. واسه همین دفتر و کار من چقدر جنگیدم تا گذاشت. پس برو از خودش بگیر. چیو؟ طلاهاتو دیگه. مگه دست باباست؟ بله. دست اون چی کار میکنه؟ اون موقع که خونه همسایه رو دزد زد، بابا ترسید، همه طلاها رو برداشت برد گذاشت تو گاوصندوق شرکت. آقا موتور کجا میری آقا؟ میگه 9 تومن تا میدون بنک. من میگم کرایش 12 تومنه، برای چی 9 تومن من ببرم؟
یکی دیگه بعد آخر سر ساعت 6 بعد از ظهر بودم 7 برگشتم. یک ساعت ترافیک. آره موتور. آقا موتور کجا میری؟ مجلس. آره بیا بشین. میری چقدر میدی؟ چقدر میدی؟ بشین بریم حالا صحبت. اجاره دارم فقط گوله بنده برو. دیگه این آخرین مهلت مزایده است. فردا پس فردا مدرکو باید بدم خانم جوانمردی ببره. فکر و ذکرت شده کار و کار و کار. اصلا میخوای مزایده رو بیخیال شم در اون مایه سرا و این دفتر رو ببندم تمام؟ نه نمیخوام. آدم باید یه تعادل ایجاد کنه بین کار و زندگیش. اولویت های زندگیش رو بفهمه، بشناسه، اهم و فل اهم بکنه. تو داری کوششتو میکنی، حالا یا این ماهی سرا مال تو میشه یا نمیشه. قسمت دیگه بابا. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. آره اگه شما نگران ازدواج منین، میخوام اصلا کسی رو پیدا کنم که بیاد با من ماهی سرا رو بگردونه؟ نه خیر. چرا؟ بچه هاتون رو میخوان چیکار کنین؟ دستشون رو بگیریم میارین اونجا، دوم ماهی ها رو بگیرم با هم قایم بوشک بازی کنم. حالا شما چه اصراری داری من بچه هم داشته باشم؟ اونم چند تا؟ حداقل دو تا. چه بله جانم. بله بله الان میام. الان برمیگردم. سلام بابا جان. کجایی؟ دفتر پژمان. چه خبر از ستاره زنگ زد؟ چرا؟ صبح زنگ زد. آخه چه حالی داشت بابا بعد این همه وقت؟ نه اصلا فکرش هم نمی کرده. بله اصلا فکرش هم نمی کرده، اصلا یادش رفته بوده. کی یادش رفته؟ ستاره؟ اصلا امکان نداره. اعلان که شوهر کرده و رفته. شوهر کرده؟ بله شوهر کرده. یعنی چی؟ چطور من خبر ندارم؟ چرا باید تو خبر داشته باشی؟ مگه اصلا دیگه سنمی بین تو و دعاش تو اون وجود داره؟ نکنه انتظار داشتی که حالا کارت دعوت عروسیشم برای هر دوتون بفرسته؟ کارت دعوت که نه، ولی واقعا فکر نمیکنم اینقدر بیمعرفت باشه. من و ستاره یه زمان خیلی با هم رفیق بودیم، یادتون رفته؟ انتظار که نداشتی که تا آخر عمرش به پای داشت بشینه تا موهاش سفید بشه. نه همچی توقعی نداشتم، ولی خب یه خبر به من میداد. اصلا خیلی برام عجیبه این همه بی سر و صدا. خب بابا باید خداحافظی میکنم. خداحافظ فعلا. خداحافظ.
بیا داداش. چرا شد؟ همون شش تومانی که تهیه کردی. خود مسیر نبود که کوتاه هم بود. بله موتور در اختیار میخوام. هستی؟ آره طولانیه. شاید تا شب طول بکشه ولی 200 میدم. 200؟ آره بشین بریم. بهت نمیاد مسافر کش باشی؟ مگه اومدنیه؟ آره خب اگر رو موتور نمیدیدمت فکر کردم معلمی مهندسی چیزی باشی. فعلاً که مسافر کشم. چه خوندی؟ چه فرقی میکنه؟ میخوام ببینم حدسم درست بوده یا نه. مهندسی کامپیوتر خونده. باریکلا کدوم دانشگاه؟ تهران. ای بابا چرا سر از اینجا در آوردی؟ دیگه زندگیه دیگه. روزگار غریبیه نه؟ بله دقیقاً. بابا یکی دو ساعت دیگه صبر کنید خودم میبرم اتونا. حالا چه عجله، یه کار واجبی داریم میخوایم بریم؟ قرصامو خونه جا گذاشتم. هوا سرده، پاهم کم کم داره درد میگیره. تو به کارات برس، من خودم میرم. الو سلام. مخلصم، خسته نباشین، شریفیم. اگه میشه یه ماشین میخواستم. خب چقدر طول میکشه؟ اجازه بدیم من دوباره تماس میگیرم. قربان شما، خداحافظ. میگه تا نیم ساعت دیگه ماشین نداریم. آقا از همین تاکسی های اینترنتی بگیر. آقا من میتونم ببرمشون. اتفاقا اومدم این مدارک رو بدم به خانم جوانمردی، بعدش بیام پیش شما که اگه اجازه بدین زودتر برم. خیلی خوب، اگه زحمت نیست بابا رو برسون. چشم. خدا عمرت بده بابا. منم به کارا میرسم. ممنونت. چون این موبایلم تو اتاق جا مونده، برام بیارش. چشم. چیت خدمت شما. آقا آدرستون رو هم میدین لطفا. من خونه نمیرم، من رو برسون به هتل تهران. آقا پشمان گفتم ببرمتون خونه. یه کار نیمه کاری داره پشمان که باید براش تمومش کنه. خودش که ارزش نداره، من باید دست به کار شم. خوش به حالش یه پدری مثل شما داره. همه یه پدرها مثل من بابا، من هم مثل یکیشون. بله باید میگفتم خوش به حالش که سایه پدر بالا سرشه. اگه پدر در قید حیات نیسته. 5 سالم بود عمرشو داد به شما. خدا رحمتش کن. خدا رفتگون شما رو هم بیامرزه. روزگار دیگه خیلی نامرده. قسمته بابا، عوض کریم خودش میاره، خودش هم میبره، حکمتش هم فقط خودش میدونه، احدی خبر نداره. قسمت ما این بود که بابامون جلو چشمون سکته کنه بمیره. هم سخته هم تلخه. چرا سکته کرد؟ یه نامرد نامردی کرد در حقش. اونم طاقت نیاورد، ما هم یتیم بزرگ شدیم. خیلی سختی کشیدی. اگه منو به عنوان پدر قبول کنی، من از هیچ کمکی به تو دریغ نمی کنم. من یه عمر رو پای خودم وایستادم. ترحم آدم ها رو نمی خوام. بستم ترحم نبود، معذرت می خوام. ببخش منو. شما ببخشید، گاهی وقتا تون میشم. میفهمم. دست درد نکنه، من همینجا پیاده میشم. همینجا؟ آره. خیلی ممنون، لطف کردی. فقط یه چیزی،
من 2 دقیقه اینجا کار دارم، یه سری وسیله است باید بردارم برگردم همون جایی که با هم اومدی. اگه مشکلی نداری 2 دقیقه شما بیا توی چای بخور بعد با هم برمیگردیم. مشکلی نیست، شما بفرمایید، من اینجا منتظرم. خب اگه مشکلی نیست بیا تو. تعارف نمیکنم. بیا تو، تعارف نکن. خودتو رو همینجا بذار بیا تو. بیا. همینجا، همینجا. ببخشید من امروز خیلی اذیتت کردم. نه بابا این چه حرفیه؟ چرا دیگه فکر نمی‌کردی اینقدر مسیرم دور باشه؟ مگه نه؟ نه آقا مهم نیست، من کارم. دمت گرم خلاص، دمت گرم بابا. خب من یه سری سند توی گاف صندوق دارم. باید اینا رو ببرم همون جایی که امروز سوارم کردی. اگه مشکلی نداری تا چای تو بخوری من اینا رو بردارم با هم دیگه برگردیم. باید باشه. من خب من آمدم اگه چایی تو خوردی. بله حتما. این عکس اینجا چی کار میکنه؟ میشناسیش؟ پرسیدم این عکس اینجا چی کار میکنه؟ زن من بود. من کامیارم. شوهر سابق رونا. آوردمت اینجا که بفهمی هنوز دوستش دارم. حس قبل ازدواج کردی نمیدونی که حس دستت بهش چیه؟ من عاشقشم. میخوام یه کار ناتموم و تمومش. تو دنبال چی؟ دنبال کار خیر. پدرت میخواد که تو با من ازدواج کنی نه؟ من یه اشتباه رو دوباره دیدم. هرچی باشه من شوهر عقلیش. چه برنامه نویسیه که با موتور کار میکنه؟ تعقیبم کردی؟ الان میخوام بدونم این پسر آرش جوان مردی کیه؟